مرکز ملی آمارهای سلامت در آمریکا اخیراً نتایج بزرگترین مطالعه شیوع اعتیاد و میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت با مواد مخدر را منتشر کرد. پژوهشگران این مرکز برای این تحقیق پرونده‌های بستری و مدارک پزشکی قانونی مسمومین را به مدت 7 سال بررسی کردند و می‌گویند اعتیاد به مواد مخدر و مصرف بی‌رویه مسکن‌های تخدیری اصلی ترین دلیل مرگ و میر جوانان و نوجوانان است. جزئیات بیشتر در گزارش کوین ایناکس. مرکز ملی آمارهای سلامت آمریکا نموداری از میزان بستری اورژانس و پذیرش ICU در بیمارستان‌های شهرهای بزرگ تهیه کرده است. دکتر جنیفر استیونز پژوهشگر مسئول این طرح در شهر نیویورک است. این موارد قلب آدم رو به درد میاره. معمولاً همگی در سن جوانی و فعالیت هستن و هنوز پدر و مادر دارن و فرزندانشون یا کسان دیگری که به اونها نزدیک هستن همه دچار مصیبت میشن. این کیس ها روز به روز افزایش پیدا میکرد و ما میخواستیم ببینیم آیا این وضع در همه کشور وجود داره یا نه. و جواب این سوال در نتایج بررسی مثبت بود و مشخص شد که در فاصله سالهای 2009 تا 2015 مرگ و میر ناشی از مسمومیت با مواد مخدر یا اووردوز 34% افزایش یافته است. کاری که ما میتونیم بکنیم پرسش و گردآوری اطلاعات از مراکز بزرگ بیمارستانی است و این بیمارستان‌ها بسیار مجهز هستند. من احتمال میدم که وضعیت این اپیدمی در روستاها خصوصا در شرایطی که نیاز به ICU داشته باشند بسیار بدتر است. The rural community hospitals or the suburban community hospitals even harder. و از سوی دیگر معادله هزینه های مراقبت و درمان است که طی این سالها تقریباً 50% افزایش یافته و از 58,000 دلار به 100,000 دلار به ازای هر نفر رسیده است. و این افزایش هزینه بیش از هر چیز به دلیل وخامت حال بیمارانه، نه افزایش عمومی قیمت ها و عوامل فرعی دیگه. دکتر استیونز میگوید وسعت و دامنه اپیدمی اعتیاد فراتر از امکانات و توانایی های پزشکان است. به رغم همه کارهایی که ما به عنوان متولیان سلامت مردم در نظام مراقبت بهداشتیمون انجام میدیم، روز به روز رقم مرگ و میر اعتیاد بالا میره. دکتر استیونز و تیم پژوهشی همراه او میگویند در بررسی آنها مشخص شد به رغم گستردگی اعتیاد به داروهای مسکن و آرامبخش، علت اصلی مرگ معتادان مسمومیت با هروئین و مواد مخدر خیابانی است. برای بحث بیشتر در رابطه با همین گزارشی که همکنون برای شما پخش شد، همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو هست. شیده، میشه برامون بگی که توصیه و راهکارهای پیشنهاد شده پژوهشگران برای کنترل این اپیدمی چی هست؟ پژوهشگران توصیه ها رو در چند سطح مختلف و برای گروه های مختلف در واقع جمع بندی کردند. گروه اول مقام های بهداشتی بودند، گروه دوم نیروهای انتظامی و گروه های مبارزه با مواد مخدر، بعد گروه سوم کارکنان امدادی و اورژانس و سرآخر پدر مادرها و خود نوجوانان. ولی به مقام های بهداشتی توصیه شون چی بوده؟ گردآوری آمار دقیق و در اختیار عموم گذاشتن. آمار اگر پنهان کنی کمکی به مردم نمیکنه، چون باید در جامعه حساسیت ایجاد بشه، وحشت ایجاد نخواهد کرد اگر آمار درست و دقیق باشه، حساسیت باشه تا مشارکت کنن در کنترل مواد مخدر. این مطلب در مورد ایران خصوصا بسیار اهمیت داره، چون سال 66 که اولین بار آمار مواد مخدر در جمعیت 50 میلیون نفری ایران اعلام شد 2 میلیون معتاد داریم، سال 90 اعلام شد در جمعیت 75 میلیون نفری 1,300,000 نفر، با وجودی که دائم بر افزایش تعداد معتادان داره تاکید میشه. به هر حال توصیه میکنن آمار رو دقیق کنید، به کنترل مواد مخدر کمک میکنه. و در مورد کارکنان امدادی و اورژانس ها آموزش راجع به اینکه چه ماده مخدری در سطح شهر یا کشور شایعه و راه مبارزه با اون، در اختیار دادن نالوکسان اینجا تا به اورژانس ها کمک کرده کسانی که اووردوز میکنن وقتی این گروه امداد میرسه بالای سرش بتونه جونش رو نجات بده. و در مورد پدر مادرها یک دستورالعمل 14 موردی رو تدوین کردن که من
مهمتریناش رو براتون میگم. یک نشانه های اعتیاد رو باید بهشون آموزش بدم و بدونن چیه، که مهمترینش تغییر رفتار ناگهانی و افت تحصیلی بچه هاست توی دوره های نوجوانی و حالت انزواگرایی یا افسردگی و اضطراب. به پدر و مادرها توصیه کردن حتما قفل کنید کشویی که درش داروهایی مثل استامینوفن، کدئین یا مخدرها وجود داره و سابقه فامیلی توجه کنید و اگر نشانه های اعتیاد رو در فرزندانتون میبینید حتما به متخصص مراجعه کنید. درمان اعتیاد کار پدر و مادر نیست، کار یک گروه متخصص. اون وقت آخرین پیشرفت در درمان برای اعتیاد چی هست؟ آخرین پیشرفت ها خیلی در مورد در واقع بیولوژی یا زیستشناسی مغز در اثر اعتیاد، در تغییرات اون در اعتیاد شناخت افزایش پیدا کرده. بر اساس همون یک سری مواد برای سمزدایی معتادان، یعنی درمان اعتیاد جسمی یا مغزیشون ارائه کردن که مهمترینش فعلا سوباکسونه، ولی در هر صورت مهمترین چیز اینه که حتما به پزشک و گروه درمانی مراجعه کنید. اونجا وقتی لازم باشه دارو تجویز میکنن و در کنار اون از مشاوره و درمانهای رفتاری استفاده میکنن. علاوه بر این گروه معتادان گمنام در همه شهرها وجود داره، در همه کشورها وجود داره. اونها به همدیگه کمک میکنن که از عود اعتیاد جلوگیری بشه. ممنون، متشکرم. دکتر شیده رضایی.